درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس. از شما دعوت میکنم به اخبار امروز شنبه 17 تیر ماه 2582 ایرانی 1402 هجری شمسی برابر با 8 جولای سال 2023 توجه بفرمایید. نخست خلاصه چند خبر. حمله به کلانتری 16 زاهدان، اعلام براءت مولوی عبدالحمید و گمان زنی ها درباره احتمال حصر او. تدوین برنامه رفع مشکلات کشور به وسیله حوزه علمیه در قالب بسته پیشنهادی اولویت‌های تمدنی. حکم اعدام دو متهم حمله آبان ماه گذشته به شاه چراغ در ملأ عام در شیراز اجرا شد. هکرهای جمهوری اسلامی متخصصان حوزه هسته‌ای در آمریکا را هدف قرار دادند. وزارت دادگستری آمریکا برای مصادره سلاح‌های ارسالی سپاه به یمن اقدام قضایی را آغاز کرد. وزیر منابع طبیعی کانادا کفالت سیاسی توماج صالحی را بر عهده گرفت. منابع آگاه در وزارت خارجه آمریکا میگویند FBI در حال تحقیق و تفحص از رابرت مالی است. فرایند انهدام تسلیحات شیمیایی آمریکا تکمیل شد و فهرست پردرآمدترین رهبران شرکت‌های آمریکایی. از شما دعوت می‌کنم به مشروع اخبار توجه بفرمایید. ساعتی پس از حمله به کلانتری 16 زاهدان، مولوی عبدالحمید با انتشار بیانیه‌ای از هر نوع خشونت، حمله مسلحانه و حرکتی که سبب ناامنی شود اعلام براءت کرد. همزمان گمان زنی‌هایی درباره پشت پرده این حمله و زمینه‌سازی احتمالی برای حبس یا حصر خانگی امام جمعه اهل سنت زاهدان مطرح است. امام جمعه اهل سنت زاهدان در بیانیه خود با اشاره به اینکه اگرچه تاکنون از ابعاد این جریان، کیفیت حمله و اینکه چه گروه یا افرادی پشت آن قرار دارند بی اطلاع است تأکید کرد، اما پیشاپیش نگرانی و براءت خیش را از هر نوع خشونت و حمله مسلحانه و هر حرکتی که باعث ناامنی باشد اعلام می‌دارم. مولوی عبدالحمید از مردم استان سیستان و بلوچستان و به ویژه شهر زاهدان خواست تا ضمن حفظ آرامش و خیشتنداری از هر نوع حرکت و عملی که باعث ناامنی می‌شود پرهیز کنند. برخی پشت پرده این حمله را زمین سازی احتمالی برای بازداشت یا حصر خانگی مولوی عبدالحمید خواندند. و اما دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه از تدوین بسته پیشنهادی برای رفع مشکلات کشور با عنوان اولویت‌های تمدنی خبر داد. علی کشوری گفت اینکه بگوییم اسلام اقتصاد نداشته و راه حلی برای مسائل جامعه ندارد خیانت به اسلام است. او ضمن انتقاد از ساختار اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف آنها را غربی خواند و خواستار جلوگیری از ساخت بیمارستان‌های جدید و مصرف بیش از اندازه دارو شد. ساخت بازار موقت یا با مرکزیت مساجد در محلات، ساخت خانه‌های حیاتدار و واگذاری قطعه زمین رایگان به مستاجران از جمله موارد اقتصادی است که در این بسته به آن اشاره شده است. وزیر راه و شهرسازی هم روز جمعه 16 تیر از اهدای 15500 قطعه زمین به خانواده‌های دارای 3 فرزند خبر داد. به گفته مهرداد بذرپاش، تا پایان امسال در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 70000 قطعه زمین به خانواده‌های دارای 3 فرزند واگذار می‌شود. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای خاطر نشان کرد پس از قلع و قمع معترضان در خیابان، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و ارعاب، صدور و اجرای احکام اعدام و حکم فرما کردن آرامش گورستانی، حکومت احضار و پرونده سازی، برگزاری دادگاه‌ها را پشت درهای بسته و صدور احکام سنگین را سرعت بخشیده است. و نیز با اشاره به اتهام‌های سنگین از جمله افساد فی‌الارض و همکاری با دولت متخاصم علیه توماج صالحی و پرونده‌سازی جدید علیه مریم اکبری منفرد و سپیده قلیان زندانیان سیاسی گفت هر روز اخبار تعقیب و آزار آزادی‌خواهان منتشر می‌شود.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره عفو 20,000 نفر از معترضان بازداشت شده را نشان دهنده آن دانست که تعداد بازداشت شدگان به مراتب بیش از این تعداد است و همچنین اعدام 7 نفر از معترضان را تکان دهنده خواند و تاکید کرد که گزارش حاکی از اعترافات اجباری تحت شکنجه است. مسموم سازی دانش آموزان بر حقوق هزاران دختر از جمله حق آموزش تأثیر منفی دارد و این کمیته این موضوع را نیز بررسی می کند. کمیته حقیقت‌یاب به پلمب کسب و کارها و محروم شدن زنان از حقوق خود به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری، استفاده از تکنولوژی نوین برای شناسایی افراد بی‌حجاب و لایحه جدید درباره حجاب اعتراض و تاکید کرد که فعالیت کمیته تعیین شده از سوی ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراض‌ها را زیر نظر خواهد داشت. و اما به گزارش ایرنا، حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی متهمان حمله آبان ماه گذشته به شاه چراغ در خیابان مجاور این حرم در ملأ عام اجرا شد. بچه گربه های دلربا به دنبال قربانیان تازه. هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی در کارزار سایبری، متخصصان حوزه هسته‌ای در ایالات متحده و کارشناسان منطقه خاورمیانه را هدف قرار دادند. در گزارشی که محققان شرکت امنیت سایبری پروف پوینت منتشر کردند، به تلاش بیپایان برای جاسوسی این هکرهای حکومتی اشاره شده است. بر اساس یافته های این محققان، گروه هکری بچه گربه های دلربا که با نام طوفان شنی نعنایی نیز شناخته می شود، مسئول حملات یاد شده است. شواهد متعدد از وابستگی این هکرها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حکایت دارد. در یکی دیگر از حملات شناسایی شده در این کارزار، هکرها هنگامی که متوجه می شوند یکی از قربانیان از سیستم عامل مکاباس به جای ویندوز استفاده می کند، در فاصله یک هفتهی بدافزار ویژه‌ای را مخصوص این سیستم عامل آماده و برای او ارسال می کنند. امسال شرکت مایکروسافت در گزارشی درباره گروه هکری بچه گربه های دلربا از تغییر استراتژی این گروه و تلاش آن برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده خبر داده بود. از شما دعوت میکنم همچنان با اخبار امروز همراه باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید.
رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-7759. ادامه خبرها. شرکت آمریکایی شورون که نفتکش ریچموند وویجر با پرچم باهاما را مدیریت می‌کند، اظهارات سازمان بنادر ایران مبنی بر تصادف این نفتکش با یک شناور ایرانی و متواری شدن آن را رد کرد. نیروی دریایی ایران چهارشنبه با این اتهام قصد توقیف این نفتکش را داشت. نیروهای جمهوری اسلامی به نفتکش ریچموند وویجر که در نزدیکی ساحل عمان قرار داشت چندین بار شلیک کردند، اما به این کشتی آسیب جدی نرسید و سرنشینان آن نیز آسیب ندیدند. کالین کال، معاون وزیر دفاع آمریکا، گفت باید تصور کنیم که این آخرین باری نیست که ایران تلاش می‌کند چنین اقدامی را علیه شناورهای تجاری انجام دهد. در پی افزایش تلاش‌های جمهوری اسلامی در توقیف کشتی‌های تجاری، آمریکا به همراه شرکای خود گشت‌زنی کشتی‌ها و هواپیماهای خود را در تنگه هرمز افزایش داده است. به گفته سنتکام، از سال 2021 تا کنون ایران حدود 20 کشتی تجاری را در آبهای بین‌المللی هدف مزاحمت، حمله و توقیف قرار داده است. کمتر از یک هفته پیش از آن نیز ارتش جمهوری اسلامی با یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در یک دریای دریای عمان توقیف کرده بود. و اما مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک نشست خبری در ژاپن گفت همکاری ایران با آژانس در سطحی که انتظار می‌رود پیش نمی‌رود. او با اشاره به اینکه این موضوع را به اطلاع ایران رسانده گفت اوضاع دشوار است. تلاش‌ها درباره برجام متوقف شده و در این زمینه اتفاق خاصی نمی‌افتد. وزارت دادگستری آمریکا از اقدام قضایی برای مصادره تسلیحات ارسالی سپاه برای یمن که نیروی دریایی ایالات متحده از سال 2021 آنها را در آب‌های منطقه‌ای توقیف کرده خبر داد. طبق شکایتی که وزارت دادگستری آمریکا پنجشنبه آن را منتشر کرد، این کشور قصد دارد 9000 تفنگ، 284 مسلسل، 194 راکت انداز، 70 موشک هدایت شونده ضد تانک و بیش از 700 هزار گلوله را که از سپاه توقیف کرده مصادره کند. نیروی دریایی آمریکا این سلاح‌ها را در 4 نوبت، دوبار در سال 2021 و دوبار در 2023 از کشتی‌های کوچک بدون پرچم در آب‌های محلی توقیف کرده است. نیروی دریایی آمریکا در بیانیه خود گفت این سلاح‌ها ساخت ایران، چین و روسیه بودند و توقیف آنها تلاش مداوم آمریکا را برای قاچاق سلاح از سوی سپاه پاسداران نشان می‌دهد. طبق اعلام سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا شامل بیش از 3000 تفنگ جنگی، 578 هزار ادوات و 23 موشک هدایت شونده ضد تانک بوده است. بر اساس این بیانیه، این محموله شامل حدود 1400 تفنگ تهاجمی AK-47 و 226600 گلوله بود. با پیگیری کنشگران ایرانی ساکن ونکوور، جاناتان ویلکینسون، وزیر منابع طبیعی کانادا و نماینده پارلمان، کفالت سیاسی توماج صالحی را به عهده گرفت. او از ساکنان ونکوور خواست در تجمعی که روز شنبه ساعت 2 عصر به وقت محلی در حمایت از توماج صالحی مقابل آرت گالری برگزار می شود شرکت کنند. و اما جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران، با اشاره به مشکلات اقتصادی از کاهش اقامت در هتل‌ها و اقامت شهروندان در خانه اقوام، چادر و اقامتگاه‌های مسافرتی خبر داد. او افزود در حال حاضر تقریباً هیچ گردشگری از کشورهای آمریکا و بعضاً اروپا نداریم و سفر چینی‌ها افزایش یافته است.
مارک روته نخست وزیر هلند به دلیل اختلاف‌های بسیار زیاد حزب‌های ائتلاف حاکم درباره سیاست‌های پناهندگی و به توافق نرسیدن آنها در این زمینه استعفا کرد. دولت روته تا برگزاری انتخابات در اواخر سال جاری سرپرست دولت باقی می‌ماند. سایت خبری سمافور به نقل از منابع آگاه در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد FBI در حال تحقیق و تفحص از رابرت مالی نماینده ویژن آمریکا در ایران درباره احتمال سوء نگهداری او از محتویات محرمانه است. و اما حزب دموکرات کردستان ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از کشته شدن دو عضو خود در اقلیم کردستان عراق خبر داده و یکی از عوامل رژیم جمهوری اسلامی ایران را مسئول آن اعلام کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم بسیار دشوار خود برای ارسال بمب‌های خوشه‌ای به اوکراین دفاع کرده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته است متقاعد شدنش برای گرفتن این تصمیم مدت‌ها طول کشیده، اما در نهایت این کار را کرده چون مهمات اوکراینی‌ها رو به پایان است. بیش از 120 کشور در جهان استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را ممنوع کردند. آقای بایدن در مصاحبه‌ای با شبکه CNN گفت که متحدان خود را در ناتو از این تصمیم آگاه کرده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت مقام‌های آمریکا متوجه خطر بمب‌های خوشه‌ای نیستند و برای همین است که گرفتن این تصمیم تاکنون طول کشیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه 17 تیر ماه ضمن اعلام خبر سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به این کشور در ماه اوت گفت که برای تمدید قرارداد غلات دریای سیاه به مدت حداقل 3 ماه دیگر با روسیه به رایزنی خواهد پرداخت. اردوغان پس از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای گفتگو درباره سرنوشت این توافقنامه که سال گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد انجام شد در یک کنفرانس خبری مشترک با زلنسکی شرکت کرد. سفر زلنسکی به ترکیه بخشی از سفر او به برخی از پایتخت‌های ناتو با هدف تشویق آنها به برداشتن گام‌های مشخص برای اعطای عضویت کیف در این ائتلاف در نشست هفته آینده انجام گرفته است. اردوغان در این کنفرانس مشترک اعلام کرد که اوکراین شایسته عضویت در ناتو است. روسیه و اوکراین هر دو از بزرگترین صادرکنندگان مواد غذایی در جهان هستند. محاصره بنادر اوکراین توسط ناوگان روسیه اختلال موجود در زنجیره تأمین غذا در جهان را وخیم‌تر کرده و به همراه تحریم‌های غرب علیه مسکو به تورم در قیمت مواد غذایی و انرژی از زمانی که نیروهای روسیه در 24 فوریه 2022 به اوکراین حمله کردند دامن زده است. از شما بینندگان گرامی دعوت می‌کنم همچنان با اخبار امروز همراه باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heyderilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. ادامه خبرها. فرایند انهدام تسلیحات شیمیایی آمریکا تکمیل شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این دستاورد نه تنها تعهد آمریکا به کنوانسیون من و گسترش سلاح‌های شیمیایی را برآورده می‌کند، بلکه اولین باری است که یک نهاد بین‌المللی حذف یک دسته کامل از سلاح‌های کشتار جمعی اعلام شده را تایید می‌کند. جو بایدن در بیانیه‌ای از هزاران آمریکایی که وقت و تخصص خود را به این مأموریت چالش برانگیز اختصاص دادند، قدردانی کرد. بایدن ضمن گرامی داشت این تحول بر لزوم ادامه تلاش برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی در سطح جهان تأکید کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده از همه کشورها خواست تا با اعلام آشکار برنامه‌های تسلیحاتیشان از پیمان منع و گسترش سلاح‌های شیمیایی حمایت کنند تا به هدف نهایی که جهانی عاری از سلاح‌های شیمیایی است برسیم. و اما فهرست پردرآمدترین رهبران شرکت‌های آمریکایی. روزنامه وال استریت ژورنال در مقاله‌ای فهرستی از مدیرعامل‌هایی که بالاترین دستمزد را دریافت می‌کنند منتشر کرد. درآمد متوسط سالیانه رهبران 500 شرکتی که در بورس نیویورک و نزدک دارای بالاترین ارزش سهام هستند در سال گذشته به 14.5 میلیون دلار رسید که 200 هزار دلار نسبت به سال 2021 افت داشته است. این در حالی است که بنابر آمار وزارت کار ایالات متحده میانگین دستمزد سالیانه کارگران آمریکایی در سال 2022 حدود 56 هزار دلار بوده است. و اما اسامی و درآمد سالیانه این افراد: استفان شوارتزمن، مدیرعامل بلکستون، درآمد سالیانه 253 میلیون دلار. سوندار پیچای، مدیرعامل شرکت الفابت که شرکت مادر گوگل است، درآمد سالیانه 226 میلیون دلار. استفان شر، مدیرعامل شرکت اجاره خودروی هرتز با درآمد سالیانه 182 میلیون دلار. بری مک‌کارتی، مدیرعامل پلاتان، شرکت تولید کننده تجهیزات ورزشی، درآمد سالیانه 168 میلیون دلار. مایکل راپینو، مدیرعامل لایف نیشن که بلیط فروشی کنسرت و رویدادهای زنده را انجام می‌دهد، درآمد سالیانه 139 میلیون دلار. و سفرا کتس، مدیرعامل شرکت فناوری رایانه‌ای اوراکل، درآمد سالیانه 138 میلیون دلار. داگلاس اینگرام، مدیر عامل شرکت داروسازی سارابتا، درآمد سالیانه 125 میلیون دلار. و بیل ردی، مدیر عامل شرکت اجتماعی پینترست با درآمد سالیانه 123 میلیون دلار. از شما دعوت می‌کنم به قیمت برابری ارزهای رایج توجه بفرمایید. دلار آمریکا 50000 تومان، یورو 54870 تومان، 54870 تومان، پوند انگلیس 64190 تومان، درهم امارات 13870 تومان و لیر ترکیه با قیمت 1920 تومان معامله می شود. قیمت بیت کوین 30227 دلار و اتریوم قیمت 1860 دلار. بهای نفت سنگین ایران 74 دلار و 80 سنت و نفت سبک ایران 73 دلار و 41 سنت. و اما قیمت انواع سکه: ربع سکه 10 میلیون و 640، نیم سکه 15 میلیون و 670 و سکه امامی با قیمت 28 میلیون و 850 هزار تومان معامله می شود.
از شما بینندگان گرامی به خاطر همراهی با اخبار امروز بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.